از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان ولی عهد سعودی وی همواره تلاش کرده نشان دهد که روی کرد عربستان در زمینه های مختلف تغییر کرده و به کشور آزادتر تبدیل شده اما نگاهی گذرا به تعداد اعدامی های عربستان در چند سال اخیر نشان می دهد که این روی کرد نه تنها بهبود نیافته بلکه بیش از پیش بدتر هم شده است اعدام 138 نفر در این کشور باعث شده تا آمار اعدام در عربستان در سال جاری نسبت به سال 2021 افزایشی دو برابری داشته باشد. همکار علی اکبری گزارش می دهد. بر اساس آماری که توسط خبرگزاری فرانسه ارائه شده عربستان در سال جاری 138 نفر را اعدام کرده که دو برابر تعداد اعدام شدگان در سال 2021 است. طبق گزارشی که در این خصوص منتشر شده این آمار حاکی از افزایش شدید اعدام ها در این کشور است که سازمان های حقوق بشری بین المللی به شدت آن را محکوم کردند. عربستان در سال 2021 اقدام به اجرای 69 حکم اعدام کرده در سال 2020 در اوج شیوع ویروس کرونا 27 مورد حکم اعدام اجرا شد و در سال 2019 تعداد 187 نفر اعدام شدند. هفته گذشته عربستان یک سعودی و یک اردنی را اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان واس این دو نفر اقدام به قاچاق قرص های مخدر ممنوعه آمفتامین کرده بودند. بر اساس آمار تهیه شده توسط خبرگزاری فرانسه با اعدام این دو نفر تعداد اعدام های انجام شده در سال 2022 به 138 مورد افزایش یافته که آمارهای رسمی عربستان هم آن را تایید می این اعدام ها یک هفته پس از آن صورت میگیرد که عربستان پس از اجرای دو حکم اعدام علیه قاچاقچیان هروئین پاکستانی خبر داد که اولین اعدام مرتبط با مواد مخدر در نزدیک به سه سال اخیر در این کشور بوده. در مارس گذشته عربستان 81 نفر را در یک روز به اتهامات مربوط به تروریسم اعدام کرد که موج محکومیت بین المللی را در پی داشت. گزارش های رسمی نحوه اجرای حکم اعدام را توضیح نمی دهند. اما در این کشور اغلب اعدام ها با گردن زدن انجام می شود. حکومت سعودی وجود هرگونه نهاد مستقل حقوق بشری در این کشور و همچنین تأسیس سازمان ها و انجمن های جامعه مدنی را ممنوع می کند و به سازمان های بین المللی حقوق بشر اجازه بازدید و دسترسی مستقل به اطلاعات و منابع را نمیدهد. علی اکبری اخبار شیعه